بنازم به بزم محبت که آنجا، بنازم به بزم محبت که آنجا، گدایی به شاهی مقابل نشیند. آخ گدایی به شاهی سلام، من سیجت هم اینجا گناباده و توی این ویلا قرار همراه مسعود گنابادو به شما نشون بدیم. گناباد جنوبی ترین شهر استان خراسان رضویه. شهری کویری که توی دل خودش باغای سرسبزی رو جا داده. شهری که به داشتن عمیق ترین و قدیمی ترین قنات دنیا معروفه. من توی گناباد متولد و بزرگ شدم و چند وقت قبل افتخار این رو داشتم که از مسعود، دوست جهانگرد و یوتیوبرم، توی شهر خودم میزبانی بکنم. ولاگی که تماشا میکنید حاصل گشت و گذار کوتاه من، مسعود و علی توی شهر من، یعنی گناباده. زیباترین قسمت گناباد از نظر من زمینای کشاورزی یا به قول خودمون کشموناشه، جایی که هنوز میتونی شکل سنتی زندگی رو لمس بکنی. در گناباد زیبا هستیم و همراه یاران جان، داره خیلی خوش میگذره در کشمونها. اگرچه قدم زدن و وقت گذروندن توی کشمونها هر فصلی قشنگی خودشو داره، اما من دو فصل اینجا رو از همیشه بیشتر دوست دارم. یکی بهار که این درختای توت پر از میوه میشن، یکی هم پاییز هزار رنگ که از قضا فصل برداشت زعفرونه و هر طرف کشمونو که نگاه کنی گل زعفرون میبینی. ولی میگناباد یه شهر کویری و بیابونی نیست. پس داستان این همه سرسبزی و باغ میوه و کشمون وسط بیابون چیه؟ برای اینکه جواب سوالتو بگیری باید بریم سراغ معرفی لوکیشن بعدی، یعنی قنات قصبه گناباد، قناتی که جزو میراث جهانی یونسکو محسوب میشه. درود بر یاران جان، ارادت در گناباد زیبا هستیم به همراه سیجت میزبان عزیزمون. در مورد قنات‌های قصبه گناباد میخواد برامون بگه. قنات قصبه گناباد خدمتش برمیگرده به دوران هخامنشی. عمیق‌ترین قنات دنیا هست که به خاطر عمقش در واقع توی یونسکو ثبت شده. قنات در واقع یک کانال افقیه برای اینکه آب رو از سطح رشته کوههایی که ما نزدیک 35 کیلومتر دورتر از اینجا داریم، آب اون سفره‌های زیرزمینی رو از طریق این کانال افقی منتقل بکنن به این دشت برای کشاورزی. منتها چالشی که هست توی این قضیه اینه که وقتی می‌خواستن یک کانال افقی حفر بکنن، چند تا بحث مطرح بوده. یکی این که جهتیابی رو چطور انجام بدن، یعنی اینا از اینجا بکنن چطور برسن دقیقاً به همون سفره. هیچ نقشه هوایی و UTM نبوده که از بالا بزنن. 2250 سال پیش اون موقع هیچ نقشه هوایی نبوده، هیچ تجهیزات مهندسی در واقع نبوده. این مشکل دیگه چی بوده؟ اینکه خب اینا اگر میخواستن برن داخل اون کانال افقی، مشکل هوا بوده. چند صد متر، یک کیلومتر شاید شما وارد کانال اکسیژن بوده که دیگه هوایی نیست. اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن اون فاصله بین مادرچاه تا جایی که قرار بوده آب بیاد برسه به سطح زمین، این فاصله رو هر چند متر یه دونه چاه کندن، یه دونه چاه افقی که بهش میگیم میله چاه. از این میله چاه ها دو تا کاربرد داشته، هم این که خاکا رو خارج میکردن، هم این که باعث میشده از میله چاه ها هوا بیاد. 400 خورده ای، دقیقا نمیدونم، حدود 420 میله چاه توی این فاصله 35 کیلومتر. 427 حالا یه سی تو هم مایی ها. آره، بیشتر از 400 تا میله چاه داره این قنات و شیب قنات توی کل این مسیر نیم درجه است. درود بر شما، خدا مبر، خدا مبر، خدا مبر. شما لایروبی میکردید قناتو؟ آره. بح بح، دم شما گرم. شما خوبی؟
داشتیم توضیح میدادیم چقدر عمق اینجا هسته شما رفتیم پایین اینجا که در 15 متر در 15 متر لای روبی میکنه. آره بعد اون گلا رو کجا میریزی؟ تو دور میریزی آه میره بالا تو همون یعنی میله شاها میکشید بالا یعنی این قنات توی این فاصله 2200 سالی که ساخته شده مدام لایروبی میشده. آره لایروبی میشده یعنی تخریب میشده. آها خب جالب بود اینا توضیحات تکنیکی. بعدش در مورد که اکسیژن یکی خاک که الان همین کاری که دوستان گفتن آره خاکو از اون میله چاها میکشن بالا. نکته بعدی شیب قناته، یعنی اون کانال، حالا بعد از اینکه این میله چاها رو کف کردن میان اینا رو به هم وصل میکنن و یه کانال زیرزمینی افقی وصل میشه به مادر چاه. منتها مسئله مهم اینه که شیب باید طوری تنظیم بشه که یک آب جریان داشته باشه از اون کوههای بالا دست بیاد به سمت پایین، که خب این میگیم هر شیبی که داشته باشه به سمت پایین این کار امکان پذیره. منتها بحث اینه که آب اگر شیب خیلی زیاد بشه این آب مقدارش زیاد میشه. آره حجمش زیاد بشه اصلا سیل طوری میشه. سیل بشه یا مثلا ممکنه یه حجم آب زیادی بیاد که نیاز نباشه و اون سفره آب خالی بشه. اما با شیب نیم درجه امروز که با ابزارهای مهندسی دقیق شیب اندازه گیری شده دیدن که تمام طول مسیر شیبش نیم درجه است و هیچ جا این شیب تغییر نمیکنه و همین باعث شده که تو کل این مدت 2250 سال آب این قنات همیشه جاری بوده و مردم اینجا ازش استفاده کرده. چه جاله؟ خب سجاد عزیز یه اسم دیگه هم این قنات داره، اسم دیگه چیه؟ یه اسمی هم داره به اسم کاریز کیخسرو. چون طبق اساطیر و حالا داستانایی که ما از قدیم داشتیم میگن کیخسرو دستور حفر این قنات رو داده. حالا کیخسرو نقشش توی داستانایی که راجع به گناباد هست نقش پررنگی داره، زیاد تکرار میشه. در واقع قلعه هایی هست اینجا که منصوب به کیخسروه. اما ناصر خسرو توی یکی از سفرهایی که اومده اینجا احتمالاً از مادرچاه این قنات بازدید کرده، چون یه داستانی تعریف میکنه که میگه یک جوونی از ترس دزدها خودشو انداخته توی چاه و ما هر چقدر توی روستا تناب جمع کردیم و آوردیم که اینو حالا نجات بدیم یا جسدش رو بیرون بیاریم نرسید تنابامون به ته چاه. یعنی انقدر عمیقه، انقدر عمیقه که الان میگن احتمالاً 300 و خورده نزدیک 300 متر عمر مادرچاهشه به اندازه ارتفاع برج ایفل تقریبا. و ناصر خسرو توی اون سفرنامش میگه که این کاریز رو احتمالاً کیخسرو دستور حفرش رو داده، که کیخسرو هم حالا طبق شاهنامه و داستانهای اساطیری از شاههای کیانیه، اما طبق در واقع حرفا و تحقیقات تاریخ دانها و باستان شناسان میگن احتمالاً یکی از شاههای هخامنشیه که حالا ممکنه همون داریوش باشه ممکنه کوروش باشه، اما اون چیزی که واضحه قدمت سفالهایی که پیدا شده این فرضیه رو که در واقع قدمت قنات برمیگرده به دوران هخامنشی تایید میکنه. بعد از دیدن کشمونا و قنات سری به روستای ریاب زدیم، روستایی که من اسمشو گذاشتم یزد کوچولو، روستایی با بافت خشتی و گلی، پر از خونه های گنبدی شکل و بادگیرهای قشنگ. روستای ریاب هستیم، در گناباد زیبا. بریم اقامتگاه بومگردی خالوستا رو ببینیم، ببینیم در چه حاله.
قطعا یکی از جذابترین بخشای سفر امتحان کردن غذاهای محلیه. ما هم تصمیم گرفتیم اینجا یه استراحت کوتاه بکنیم، یه چای بخوریم و بعد از خوردن غذا به گشت و گذارمون ادامه بدیم. توضیح بفرمایید در مورد این. اینا بلغوره. بعد اینا بلغورا رو تف میدی. مثل برنج آبکش میکنی. یکم رشته محلی هم میزنیم توش. این رشته محلیه. رشته محلیه. اینا بلغوره. اونا بلغوره. بله. چیزی که یعنی برنج نداره. برنج نداره. آره. بلغور و رشته. بلغور و رشته محلیه. چه غذا مقوی و مطمئنا سنگینه. نه، خیلی خوبه. خیلی در مورد اینم یه توضیح بدین، کشک بادمجان محلی. که این کشکا رو ما مساوی اینو اینارها بله ما مساوی با این قاطی میکنه. بله نه دیگه، قاطی شما قاطی میکنید. شما چیکار میکنید؟ شما تیپ میکنید. نوریز میکنید، پریت میکنید. این نونه، این در مورد این نونه تافتون محلی هم توضیح بده، خودتون درست میکنید؟ اینا خودمون درست ولی بله اینا تو همین روسا درست میکنه. تو تنورا، تنور گلی. بعد همین در مورد آش، اصل کار آش. همه چی داره. اسم آشش چیه؟ آش لخچک. آش لخچک. لخچک. اینا محتویاتش چیه اینا؟ اونا خمیر سبزی بعد زیره سبزی بوده. چون خوشمزه این. کشکم زیاد داره. این خیلی خوشمزه بچو. حبوبات هم داره. نعنادا. همه چی داره. من دیگه جلو خودم نمیتونم بگیرم. بفرمایید. خیلی عالی. خیلی ممنون از چیه. دست شما درد نکنه. عالی هستن. یعنی میخوام دست بکشم ازش نمیشه. و تمام این غذا ویژیتریان بود و این جالبه که برای ویژیتریان تو ایران کاملا تنوع غذایی هستش. یکی از صنایع دستی که از قدیم الایام توی گناباد رواج داشته صنعت پارچه بافیه که توی گناباد ما بهش میگیم تون بافی. اقامتگاه خالویسا یه کارگاه تون بافی کوچیک تو دل خودش داره که بعد از خوردن غذا بهش سری زدیم و تون بافی یا پارچه بافی سنتی رو از نزدیک مشاهده کردیم. اون ماسوره هم اونجا رد میکنیم؟ این ماکو اسمی توش ماسوره. آه ماسوره همون توه. آره ماسوره. اون ماکوه. آره این ماکوه. این هم میزنم تیغه. آها این میکوبه اونم. متوجه آره. شدم. آره. این دفعه ای که من بافام بافای راست و چپ. آها. من نرو به ما میگیم گله. درسته. آره. آخرین جایی که ازش بازدید کردیم قلعه امرونی بود. قلعه امرونی که در اول جاده گناباد مشهد واقع شده بازمانده یک روستای قلعه‌ای شکله. روستایی که اولین منزلگاه مسافرینی بوده که قصد عزیمت از گناباد به شهر توس رو داشتن و هنوز از دوران شکوهش آثاری از جمله حمام، کاروانسرا و برجای نگهبانی باقی مونده. دم صبح اول به منزل نشیند، دم صبح اول به منزل نشیند. نوایی 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 این بود خلاصه گشت و گذار من، مسعود و علی توی شهر گناباد. لازمه بهتون بگم جاهای دیدنی گناباد خیلی بیشتر از این حرف هاست و ما توی فرصت کوتاهی که داشتیم صرفا تونستیم به چند تا از این جاها سر بزنیم. امیدوارم هرچی زودتر خودتون بیاید گناباد و این شهر رو کشف بکنید، چون این شهر پر از ناشناخته هاست. برای دیدن فیلم‌ها و عکس‌های بیشتر از گناباد هم میتونید پیج اینستاگرام من رو با آدرس cjet.ir فالو بکنید.